در انواع مشتق گیری ها رسیدیم مشتق تابع مرکب که بسیار مهم و با ارزشه. ببینیم چجوری ازش سوال میدن و مشتقش رو چجوری باید به دست بیاریم. ببینید ما اولین کاری به این تابع میگن تابع مرکب F U، یعنی F باشه و یک عبارتی در کمانش قرار گرفته باشه. مشتقش چی میشه؟ U پریم F فریم U. حالا بر اساس همین دیگه مشتق تابع F O G و G O F و از این گونه رو با این روش میشه حل کرد، چون G X برای F کمانه میشه G پریم X در F فریم G X، یا مشتق G O F X میشه F فریم X در G پریم F X، و یا F O F X میشه F فریم X در F فریم F X. این چهار فرمول رو به خاطر بسپارید. حالا میخوام تو ادامه ازشون استفاده کنم و مشتقامو به دست بیارم. ببینید مثال، اگر لیمیت f x منهای f 2 بر روی x منهای 2 وقتی x میره به سمت 2 برابر 2 سوم فرض شود، حاصل مشتق تابع y مساوی با f پرانتز رادیکال 1 منهای 3x به ازای x مساوی با منهای 1 کدام است؟ خب تو این حالت اگر خوب دقت بفرمایید، این دقیقا تعریف ریاضی مشتقه، یعنی تر را به شما داده f فریم 2 منهای 2 سومه. حالا میام از این مثبت 2 سوم عوض بخوام، میام مستقیما از این تابع مشتق میگیرم. تابع مرکبه، مشتق اینو خواسته یو پریم اف فریم یو، خود یو پریم مشتق یک رادیکاله، مشتق زی رادیکال من آی 3 به دو برابر رادیکال اف فریم یو. مشتقش تو نقطه منهای 1 خواسته، منهای 1 قرار میدم میشه 1 به اضافه 3، 1 به اضافه 3 که جذرش میشه 2، پس میشه 3 چهارم در اف فریم 2. خب اف فریم 2 رو که بالا به دست آورد یا به اون داده بود به عنوان معلوم، پس منهای 3 چهارم ضرب در 2 سوم مقدار میشه برابر با منهای 1 دوم. مثال بعدی بفهمیم. مثال گفته اگر لیمیت اف ایکس به اضافه اچ منهای اف ایکس بر روی اچ وقتی اچ میره به سمت صفر برابر باشه با یک بر روی رادیکالی که به اضافه ایکس دو فرض شود، حاصل مشتق تابع ایگرک مساوی با اف پرانتز تانژانت ایکس وقتی قدر ایکس کوچکتر از پی دومه کدام است؟ باز سوال خیلی خوبیه. باز اگر نگاه کنید این دقیقا تعریف استاندارد ریاضی مشتقه. منظورش این بوده که f فریم x برابر این رابطه شده، یعنی اینکه f فریم x ما هست یک بر روی رادیکالی که به اضافه x دو. اینو به عنوان معلوم نگه داریم چون میخوام برم مشتق این تابع رو به دست بیارم. ببینید در صفحه بعدی من مشتق صفحه قبل رو براتون اینجا نوشتم. f تانژانت x رو مشتق میگیریم، u پریم یعنی مشتق کمان 1 به اضافه تانژانت 2 x در f فریم تانژانت x. f فریم تانژانت x این چی؟ یعنی بیام به جای این x ها تانژانت رو قرار بدم. این کار رو انجام میدم میشه 1 بر روی 1 به اضافه تانژانت 2 x. حالا این عبارت با این عبارت میتونه چی بشه؟ ساده بشه. حالا چجوری ساده میشه؟ ببین 1 به اضافه تانژانت 2 x یعنی رادیکال 1 به اضافه تانژانت 2 x در رادیکال 1 به اضافه تانژانت 2 x. یه دونه اون رادیکال با این یه دونه این رادیکال میره، پس یه رادیکال میمونه. یک اتحاد بسیار ساده مثلثاتی داره، یک به اضافه تانژانت 2x میشه یک بر روی کوسینوس 2x، جذر این یک جذر این قدر کوسینوس x. ببینید میخوام این قدر اتاق رو تعیین علامت کنم. یه معلوم من داده گفته قدر x کوچکتر از پی دوم. یعنی چی؟ یعنی x بین منهای پی دوم تا پی دوم. از نظر دایره چه مفهومی داره؟ نگاه کنید، یعنی از من اینجا منهای پی دوم، اینجا پی دوم، از منهای پی دوم تا پی دوم حرکت میکنم، یعنی تو نایه اول و چهارم قرار میگیرم. پس تو نایه اول و چهارم کوسینوس مثبته، پس قدر رو برداریم y پریم میشه 1 بر روی کوسینوس x. پس ببین مقدار مشتق شد 1 بر روی کوسینوس x. مثال بعدی ببینید، اگر f x باشه سینوس 2 p x و g x باشه 1 چهارم رادیکال 5 x منهای 9، مقدار مشتق تابع f o g در x مساوی با 2 کدام است؟ در مشتق گیری های تابع f o g اگه مثل این سوال به من بگه مشتق f o g رو بگیرید، بیاین جداگانه مشتقای f و g پریم رو بگیریم تو فرمول قرار بدیم. تو مثال بعدی ببینیم وقتی طرف دوم ما داد بیام f و g رو بسازیم. پس تو این نوع مثال که میگه مقدار مشتق f و g رو بگیر، نمیدونم g و f رو بگیر یا f و f رو بگیر، نباید f و g رو یا f و f رو بسازید، بلکه از اون فرمول استفاده کنید. نگاه کنید الان من مشتق اینو میگیرم میشه 2 p، 2 که برمیگه مشتق p کوسینوس p x در سینوس p x. این ضرب کوسینوس پی ایکس در سینوس پی ایکس یعنی یک دوم سینوس دو برابر کمان تو مثلثات. این دو با این دو میره پی سینوس دو ایکس. میتونه اصلا یه نکته پیش خودتون بدونید، سینوس دو یو
همیشه قصد یو پریم سینوس دو یو، یعنی میتونست اینطوری بگی مشتق پی ایکس میشه پی زد از سینوس دو پی ایکس، یعنی یه مستقیم به جای این کار اینو بنویسید. حالا مشتق بعدی رو ببینید، جی پریم ایکس یک چون که ضریبه، مشتق رادیکال به دو برابر رادیکال. میام تو این حالت میام رابطه مشتق اف اوج رو براتون می‌نویسیم، جی پریم ایکس در اف پریم جی ایکس تو چه نقطه از شما خواستم؟ تو نقطه دو، دو رو جایگزین می‌کنم. خود جی پریم دو یعنی بیام به جای ایکس هم دو رو قرار بدم. ببینید 5 2 5 10 تا منهای نو 1 پس 5 دوم ضرب 1 4 این جی پریم دو. اف پریم جی دو یعنی چی؟ جی دو یعنی تو این تابه بزنم 5 تا 10 تا منهای نو 1 1 4 پس میشه اف پریم 1 4. حالا اف پریم 1 4 میشه چی؟ یعنی بیا تو این رابطه به جای ایکس 1 4 قرار بده این 5 8 پی سینوس 2 تا پی 4 میشه پی دوم. سینوس پی دوم 1 1 ضرب پی پی ضرب این 5 پی 8 خواهد بود. پس ببینید اینجا لازم نیست ضابط اف اوج رو بسازیم بعد مشتق بگیریم. حالا مثال بعدی رو دقت کنید، ببینید این سوال خوب دقت کنید. گفته اگر اف ایکس باشه ایکس من آی دو یک به اضافه ایکس و جی ایکس باشه رادیکال ریشه سوم ایکس من آی یک، حاصل اف پریم پرانتز جی ایکس ضرب در جی پریم ایکس کدام است؟ ببینید تو این سوال اینجا اومده طرف دوم فرمول مشتق اف اوج رو داده. هر وقت طرف دو مشتق اف او ج یا ج او اف او داده بود شما حتما درونش رو بسازید بعد مشتق بگیرید، مثل قبلی حل نکنید. ببینید در این حالت اف او ج رو من دارم میسازم، یعنی بیا به جای ایکس ای اف ج رو بذار، به جای ایکس ای اف ج رو گذاشتم. ببینید اینا ج اس بنایید و یک بذار ج اس، حالا به جای ج مساویش رو قرار میدم، یعنی ریشه سوم ایکس بنایید به توان سه، خب رادیکالش میره دیگه منای 2 اینم رادیکالش رفته، یکا با هم میرن ایکس بنای 3 میشه آر ایکس. حالا مشتق تابع هموگرافیک گونه است دیگه، عادی منهای بی سی مخرج به توان دو. ببین یک سفتا سفتا منهای منهای سه ضرب در یک مخرج به توان دو میشه سه ایکس دو. پس تونستم مقدار مشتق رو به دست بیارم. یا مثال بعدی رو ببینید، اگر اف ایکس برابر باشه با ایکس رادیکال یک منهای ایکس دو و جی ایکس باشه ایکس به رادیکال یک به اضافه ایکس دو، حاصل اف پریم ایکس در جی پریم اف ایکس کدام است؟ دوباره توی این مثلا همین کارو کرده، طرف دوم مشتق جی او اف رو به ما داده، پس ما بیا جی او اف رو بسازیم بعد مشتق بگیریم. یادتون به این نکته باشه. خب جی او اف یعنی چی؟ یعنی بیا به جای ایکس های جی اف رو بزنیم، اف رو گذاشتم به جاش. حالا مقدار واقعی اف رو جایگزین میکنم، ببینید x را دیگه من x تو این مخرج مشتق در این زیر رادیکال میگیرم، این رادیکال هایی که منهای x2 x2 با x2 میره بالا یک میمونه، مخرج با هم ساده میشه و این جواب میشه x. ببینید چقدر ساده شد. حالا مشتق g و f x یعنی مشتق x یعنی یک، یعنی مقدار شد یک. خیلی راحت تونستم مقدار مشتقم رو به دست بیارم. مثال بعدی ببینید، اگر f x باشه سینوس 2 p x منهای یک دومه کوسینوس پی ایکس مشتق ای مساوی اف اف ایکس در ایکس و یک سوم چند برابر سه رادیکال سه است؟ ببینید مشتق اف او اف رو میخواد، نه ایماده طرف دوم شما بده، پس دیگه نمیتونم بسازم، باید از اون فرمول برم، یعنی اف ایکس رو من دارم مشتقش رو میسازم، میشه دو تا مشتق پی ایکس پی در کوسینوس پی ایکس سینوس پی ایکس. اینجا میتونیم بگیم با حرف لاتینسی شوشه منفی در این منفی مثبت یک دوم پی سینوس پیکس. میتونستی به جای این فرمول اون نکته که بهتون اونجا بهتون گفتم یعنی یو پریم سینوس دو یو بری پی سینوس دو پی ایکس بری، به جای این رابطه شاید راحت تر بود این کارو انجام میدادی. حالا مشتق اف او اف رو به دست بیاریم، اف فریم ایکس اف فریم اف ایکس، به جای ایکس اون یک سوم رو قرار میدیم. من اف فریم ایکس سوم اگه نمیخوام بیام اف فریم ایکس سوم بسازم، یعنی هر جا جو این رابطه بود به جای ایکسش یک سوم گذاشتم. ببینید و اف فریم اف یک سوم یعنی تو اف یک سوم به جای ایکسش یک سوم گذاشتم. ببینید کوسینوس پی سوم یک دوم، سینوس پی سوم رادیکال سه دوم، سینوس پی سوم رادیکال سه دوم، رادیکال سه دوم. حالا اجراش میکنم براتون، ببینید جواب وقتی حساب میکنم میشه سه رادیکال سه پی چهارم در اف فریم سینوس پی سوم رادیکال سه دوم به توان دو سه چهارم منهای یک چهارم میشه دو چهارم یا یک دوم. حالا باز اف فریم یک دوم میخوام، یعنی بیام به جای این مشتق دوباره یک دوم قرار بدم، این که سه رادیکال سه پی چهارم بود دو پی کوسینوس پی دوم سینوس پی دوم در یک دوم سینوس پی دوم. این تیکه چون کوسینوس پی دوم صفره، این تیکه صفر میشه، سینوس پی دوم یکه، یکه ضرب در پی دوم، پس پی دوم ضرب در این میشه، میشه سه پی سه رادیکال سه پی دو هشتم. گفتو چند برابر سه رادیکال سه؟ پی دو هشتمه برابر اون خواهد بود.
سوالا رو ببینید چگونه است. خیلی ساده است تیپ سوالا، شاید بعضیشون یه خورده وقتگیر باشه، ولی روش و محاسبات اگه دقت بکنید روش ساده‌ای برای حل خواهند داشت.